بیا تا فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. درود بیکران بر شما دوستان و همراهان همیشگی ما. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد، سلامت و پر از انرژی های مثبت باشید. بنده ابوذر حسنوند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی. ای من فدا یا آن که دلش با زبان یکیست. پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. آموزش زبان انگلیسی از A تا Z، تجزیه و تحلیل نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه 11، درس اول، بخش مربوط به گرامر، دستور زبان یا گرامر. بهترین گزینه را انتخاب کنید. I'm sorry, I don't have جای خالی information to give about accident. Many, a few, much, a lot. توجه کنید دوستان، اینجا information، اطلاعات رو داریم. قبل از information که اسم غیر قابل شمارشه، many و if you نمیتونه بیاد. پاسخ صحیح ما گزینه C میشه. میگه I'm sorry، متاسفم. I don't have much information to give about accident. اطلاعات زیادی ندارم که راجع به تصادف بدم. سوال بعد، During the winter, جای خالی cars were stuck on the motorway because of black ice. Several hundreds of, about 500 of. توجه کنید دوستان، اینجا اسم جمع قابل شمارش رو داریم، cars، و پاسخی که باید برای این سوال بیاریم، پاسخ صحیح گزینه several hundred میشه. Several قبل از اسامی جمع قابل شمارش به کار میره. میگه در طول زمستان several hundred cars، چند صد دستگاه ماشین و stuck on the motorway، داخل اتوبان به هم خوردن به خاطر یخ سیاه، of black ice، لغزندگی جاده و یخ سیاه. سوال بعد، There are not جای خالی French teachers in that school, but there are a lot of English ones. Much, many, a lot, so. اینجا توجه کنید دوستان، ما teachers رو داریم، اسم جمع قابل شمارش، French teachers. French یعنی فرانسوی، چون ملیت خاصه با حرف بزرگ capital letter F بزرگ نوشته شده. وقتی که اسم جمع قابل شمارش رو داریم، گزینه A حذف میشه. پاسخ صحیح ما گزینه B میشه، many. There are not many French teachers، یعنی معلمین فرانسوی زیادی نیستند، in that school، در آن مدرسه. But اما there are a lot of English ones. ببینید دوستان، اگه a lot of بود گزینه C میتونست درست باشه، ولی a lot و اشتباهه. سوال بعد میگه which sentence is grammatically wrong، کدوم جمله از نظر گرامری غلطه. Children should read many books about history. دانش آموزان، بچه ها باید بخونند کتاب های زیادی در ارتباط با تاریخ، که این جمله درسته. You can find different types of candles over there. میتونی پیدا کنی انواع و اقسام مختلفی از شمع ها رو اونجا. She studies at school her English book every day. خب دقیقاً این جمله داره ایراد هست. حالا میگیم ایرادش چیه. بخش D، The number of live languages of the world is around 7,000. میگه تعداد زبانهای زنده دنیا حدود 7,000 تاست.
اینجا رو دقت کنید دوستان، ما فاعل رو داریم شی، فعل رو داریم استادیس، her English book، مفعول رو داریم at school، قید مکانه باید قبل از قید زمان بیاد every day، باید بگیم she studies her English book at school every day. پس گزینه سی میشه پاسخ این سوال که از نظر گرامری اشکال داره. سوال آخر این بخش، ممنونم که با ما همراه هستید، ازتون درخواست میکنم با زدن دکمه لایک به ما در رشد و انتشار ویدیوهایی از این قبیل کمک کنید. بریم سراغ سوال بعد. Which sentence is grammatically correct؟ میگه کدوم جمله از نظر گرامری، از نظر دستوری صحیحه. خب Could you please bring me a cup of tea؟ پس اینجا این اشتباهه، باید اینجا of داشته باشه تو جمله اول. جمله اول اشتباهه. جمله دوم How many pencils do you have in your bag؟ چند تا مداد شما داری در کیفت؟ اینجا pencils باید باشه، اینم اشتباهه. Asia has the largest number of languages in the world. آسیا بیشترین تعداد زبانها رو در دنیا داره، اینجا number باید باشه. و اما جمله چهارم A sentence begins with a capital letter and ends with a period. میگه یک جمله با یک حرف بزرگ شروع میشه و با یک نقطه خاتمه پیدا میکنه، پایان داده میشه. بنابراین پاسخ صحیح گزینه دی میشه. امیدوارم که مفید فایده واقع شده باشه. از خدا میخوام که همیشه ضربان قلبتون روی فرکانس خوشبختی و عشق و امید باشه. امیدوارم که همیشه بهترین لحظات زندگیتون رو تجربه کنید و زندگی باهاتون تا پایان روی خوش داشته باشه. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ارادتمند شما ابوذر حسنوند عموزاده.